حوادث رخ داده در افغانستان و تسلط سنی های تونرای طالبان بر این کشور برای شهروندان علل خصوص شیعیان تهدیدات فراوانی را به همراه داشته و دارد البته راهندازی آنچه آن چه طالبان آن را به عنوان یک امارت اسلامی می نامد آبستن اتفاقات دیگری از جمله تهدید همسایگان است همکارم علی اکبری گزارش می دهد ژنرال مارک مایلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز میگوید که بعد از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از افغانستان احتمال وقوع جنگ داخلی زیاد است به گفته این مقام نظامی آمریکا این جنگ داخلی احتمالی میتواند به بازسازی سازمان تروریستی القاعده و البته شاخه هایی از سنی های تندرو داعش منجر شود او درباره این موضوع میگوید که قدرت و توانایی عناصر طالبان نقش مهمی در شکل دهی به آینده افغانستان دارد نمیدانم آیا طالبان توانایی لازم برای تحکیم تسلطش بر افغانستان را دارد یا نه و البته بر اساس زواهر ماجرا فکر میکنم که طالبان به سختی خواهد توانست قدرتش را بر افغانستان دیکته کرده و موفق به تشکیل دولت و در ادامه حکمرانی بر این کشور شود وی بر این باور است که وضعیت بی و بی نظم افغانستان به سازمان های تروریستی فرصت می دهد از این بی نظمی ها برای رسیدن به دستاوردهایی و به خصوص محکم کردن جای پایشان در افغانستان استفاده کنند او افزود فکر می کنم به احتمال زیاد یک جنگ داخلی گسترده خونین در افغانستان به وقوع خواهد پیوست و این جنگ هم به نوبه خود می تواند به بازسازی القاعده یا رشد داعش و سایر گروه های تروریستی بیشمار منجر شود به عقیده ژنرال مارک مایلی در نهایت تا دوازده 24 یا 36 ماه آتی و به عبارت بهتر تا سه سال آینده شاهد تجدید حیات و حضور پررنگ تروریسم در آن منطقه خواهیم بود به گفته صاحب نظران حکومت طالبان و ظهور دوباره القاعده و داعش می تواند خطر بزرگ برای منطقه و خصوصا همسایگان افغانستان و مردم این کشور باشد حکومتی که با خروج نامناسب کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و نیز بیبرنامگی و فساد حکومت اشرفقنی همراه بود